عزاداران حسینی با حضور در حسینی ها و مساجد ولسوالی دلارام ولایت نیمروز روز عاشورای حسینی را گرامی داشته و برای نواده گرامی رسول اسلام اشک ماتم ریخته و عزاداری کردند. در این مراسم ها سخنرانان پیرامون مکتب انسانساز عاشورا صحبت نموده و امام حسین علیه السلام را الگوی بزرگ مسلمانان برای مبارزه با ظلم و تعدی خواندند. همچنین در این مراسم عزاداران با نوحه خوانی و سینه زنی عاشورای حسینی را گرامی داشته و در مصیبت عظمای فرزند علی مرتضی اشک ماتم ریختند. برای پردازش بیشتر روی مباحث عاشورایی در خدمت جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین سید حسین عالمی بلخی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان هستیم. عرض سلام ادب داریم خدمت شما جناب آقا. اجازه بدین سوال مطرح بکنیم. مهمترین پیام انقلاب حسینی برای جامعه امروزی چیست؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه عاشورای حسینی را تسلیت عرض می کنم برای مسلمان ها، برای پیروان امام حسین علیه السلام، برای تمامی آزادگان و آزادی خواهان عالم که امام حسین را می شناسند و می خواهند از امام حسین پیروی بکنند. عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام پیام بسیار عمیقی داره و امام در صحبت‌های خودش یکی از مسائل را که مطرح میکنه بحث اصلاحات جامعه اسلامی و امر به معروف نهی از منکر و اینکه بالاخره خب مردم به حق عمل کنن و از باطل دوری کنن و در جای هم میگه که ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی، یعنی هرگاهی که دین به خطر نابودی مواجه باشه و راه دیگری وجود نداشته باشه خود به کشته دادن برای دفاع از دین یک تکلیف شرعی و یک مسئولیت است. و بعد در همه مسائل امام میای یک نقطه محوری رو مطرح میکنه برای صلاح و فساد جامعه که او عبارت از زعیم و رهبر جامعه اسلامی است، یا به تعبیر دیگه خلیفه و امیرالمومنین، که امام میگه که و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت براع مثل یزید. نمیگه یزید اگر رهبر شوه، میگه که هر زمانی که شخص مثل یزید در رهبری جامعه اسلامی و حرکه قدرت قرار بگیره فاتح اسلام باید بخونیم. و این به علاوه اون که بالاخره خب امو هدف و استقامت کاری خودش بیان میکنه، امام حسین میخواد یک درس بده برای تمامی جامعه انسانیت تا آخر، تا زمانی که این دنیا هست و بالاخره مردم در اینجا زندگی میکنن و حکومت میکنن، این نکته را باید بیاموزن که اگر رهبر فاسد بود جامعه اصلاح نمیشه. سپاسگزاریم. آقای خوی ناظرین، چرا مسلمانان عاشورای حسینی را و محرم را گرامی می‌دارند؟ امام حسین یک جمله داره میگه لکم فی اسوتون، مردم را میگه که شما از ما الگو بگیرید. گرامی داشت محرم، حالا خب به علاوه این که محرم جنبه‌های عاطفی زیادی داره، بحث شهادت طفل شش ماهه، اسارت زنها و پارا پارا شدن اجساد و بریده شدن سرها و سرها را برای نی نصب کردن، اینا که هر کدام از اینا فجایعی هست که بالاخره می طلبه که آدم تا قیامت گریه کنه. اما عمدتاً این مراسم ها که برگزار میشه برای عبرت آموزی است و برای الگو گرفتن است از امام حسین که هر زمانی که دین به خطر بیفته، هر زمانی که سلامت جامعه اسلامی به خطر بیفته، بر مسلمان فرض است که باید قیام کنه. و همو مگه الا ترون ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناهى عن، نمیبینید که به حق عمل نمیشه، از باطل نهی نمیشه؟ در یک اینچنین شرایطی انسان اگر جان خودش را فدا کنه میارزد. و یا در او جمله دیگه که میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رأى سلطانا جائرا، کسی که سلطانی
ظالمی را و ستمگری را ببینه و تغییر نکنه، به قول و عمل خود در برابرش استاد نشوه، خداوند تبارک و تعالی اینمی آدمی بی تفاوت هم در جای میندازه که سلطان ستمگر میندازه، که عبارت از جهنم باشه، ایود خله و مدخله، و این در خدمه این معناست. و ما یا مثلا مسلمان ها که عاشورا را تجلیل میکنه برای اینکه بیاموز از امام حسین و مکتب نجات بخش اسلام را، ظرافتهایش را و بالاخره خب بخشایی که نجات دهنده است برای جامعه بشری، اینا را متوجه شوند و بیاموزن، برای آموختن است. همون شعر علامه بلخی رحمت الله علیه که میگه تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانشسرای مکتب اولاد آدم است. بنابراین یک دانشسراست، یک مکتب است، باید آموخت و برای آموختن هر سال تجلیل میشه. خیلی سپاس. آقا پرسش اخیر، از ظهر امروز، از ظهر عاشورا به بعد، نقش عقیله بنی هاشم پررنگتر میشه. حضرت زینب کبرا، به نظر شما جاها عقیله بنی هاشم در پیام رسانی کربلا چگونه عمل کرده است؟ ترویج دین اگرچه به خون شهیدان کربلا است، تکمیل او به موی پریشان زینب است. اساساً زینب برای پیام رسانی با امام حسین آمد در کربلا، و اساساً وقتی که حضرت زینب میخواست ازدواج کنه، شرط گذاشت به عبدالله ابن جعفر که من هیچگاه از حسین جدا نشم، برای همین بود که بیاید در سرزمین کربلا و پیام رسانی کنه. پیام رسانی را به صورت اتم و اکملش حضرت زینب با امام زین العابدین علیه السلام انجام داد. در بازار کوفه وقتی اسرا را بردند، در اونجا اهل بیت پیامبر را به عنوان اسیر، حضرت زینب خطبه خواند. در همونجا وقتی که میخواست خطبه را شروع کند، فریاد زد، گفت اسکت و ساکت باشین. همه بود، سر و صدا بود، هر کس یک چیزی میگفت. در تاریخ ثبت میگه وقتی که زینب اسکتو گفت، همه صداها خاموش شد، حتی صدای زنگ شتورا. و حضرت زینب خطبه خوان، مردم شروع کردن به گریه کردن، و زینب خطاب میکنه مردم و میگه که تبت لکم ایها الجماعه، شما تباه، دستهایتان تباه باشه، شما تباه شوید، امام حسین برادرم را دعوت کردین و بعد هم لشکر فرستادین، شهید کردین و الان هم گریه میکنین. و در واقع یک انقلاب را بپا کرد و ابن زیاد تصمیم گرفت که زود عاجل اهل بیت پیامبر طرف شام بفرسته، برای که اگر در کوفه میمان، خطر ای داشت که انقلاب میشد و ابن زیاد تهدید میکردن، از حکومت پس میشد. و بعدش هم در شام هم عین چیز، وقتی که از حضرت زینب سلام الله علیها سوال میشه که در کربلا چی دیدی، میگه ما رأی تو الا جمیلا. سپاسگزارم. سر بریده برادرش برای زینب جمیل دیده شد. بله، سر و سر زیبایی. و سرهایی که بالای نی بودن اونا زیبا دیده می شدن. و زینب خوب پیام رسانی کرد و اون چی که لازم بود انجام داد. لذا یزید به صورت ظاهر اظهار پشیمانی کرد و اهل بیت گفت که شما میمانین در شام، با عزت و افتخار زندگی بکنین، اگر میرین جای دیگه میرین. گفتن که ما برمیگردیم به مدینه، و برگشتن. و در برگشت به مدینه هم حضرت زینب سلام الله علیها در ملاقات با مردم مدینه از وظیفه پیام رسانی غفلت نکرد. هم در کوفه، هم در شام، هم در مدینه حضرت زینب پیام رسانی فوق العاده را انجام داد. و بعد دلیل همین پیام رسانی ها بود که در نهایت حضرت زینب سلام الله علیها این لقب را دریافت کردند که زینب
قهرمان کربلا. خیلی سپاسگزاریم، جای استفاده کردیم از شما با آقا عبدالله حسین.